هفته در برنامه بلور بنفش، برنامه موسیقی بی بی سی. نه ترسیم، این روش بیان برنامه است. من عادت کردم. در این برنامه ادی عطار و مروارید برای ما میخونن، ولی اول چه کسی برای ما میخونه؟ سنگچی کاغذ بزنی؟ یه دونه بزنی شاید نشد. سنگچی با سنگ بزنم تو. آره. سنگ کاغذ قیچی. اصلا این ساختگی نبود. اصلا ساختگی نبود. این پایه میکروفونم همین بغل است. ادی عطار میخواند آهنگ شاد. چیز دلم تو رو که میبینم تر مرتبه میریز دلم بکن ازت دل بکنم اونم با این حال بدم تو که دیدی به خاطرت به دنیا پشت پا همین یه شب و راه میام به خاطرم کوتاه میام آخه بگو این همه ناز و عشوه از کجا میام قرار نیست من یه تنه دلم برا شور بزنه اصلا چرا آدم باید حرفای دو جور هوامو داشته باش کنم تو هم یواش یواش کنم قلب منو ببر ولی دل به سوزون براش کنم چجوری عزیز دلم شدی همه چیز دلم تو رو که میبینم تر مرتبه میریزم کن ازت دل بکنم بودم با این حال بدم تو که دیدی به خاطرت به دنیا پشت پا زدم پی تو میگشت دلم دل بده به موقعش به دلم به تو وفادار تو هم حال بده تا تش نزار این رابطه را چشم زدن جایی نرو یا اگه داریم میری دیوونه تنهایی نرو عوامو داشته باش کنم تو هم یواش یواش کنم قلب منو ببر ولی دل به سوزون براش کنم همه چیز دلم تو رو که میبینم این هر مرتبه میریزه بکن ازت دل بکنم اونا با این حال بدم تو که دیدی به خاطرت به دنیا پشت پا زدم عالی سپاس چه دست میشه مرسی اول شده این مرسی آخری خیلی خوشحال میبیند آهنگ معروفته من خیلی آهنگ دوست دارم ولی به این روش نشینده بودم منم خودم به این روش نشینده بودم جالب چرا اینجوری آهنگا رو اجرا نمیکنی همش صدای الکترونیکی ما میشنیم ولی خب ما همه اینا رو گذاشتیم بیام تو برنامه بلور بنفش اینجوری واقعا من شرمنده کردم از سوالم یعنی ولی خب این برنامه باعث شد که ما آهنگو بتونیم به یه دید دیگه بهش نگاه کنیم عالی و دست شما آهنگ خیلی شاد و قشنگه این روحیت هم میخونه نشونه چون اونایی که شوخی میکنن دلشون غمگین شاد باشه البته از آهنگا میتونی بفهمی اگه آهنگام که خودم دل غم نه من دل شادی دارم البته بگم ما تمام موزیسین ها یه غمی دارن مگر نه هیچ وقت موزیسین نمیشه و خب تو
توی خانواده هستی از شیراز اومدیم مهاجرت کردیم به لس آنجلس. بله. و اینجا بود که اون ذوق موسیقی بیشتر پا گرفت و اینور اونور رفتی، یا اینکه نه شخصی تو خونه داشتی کار میکردی؟ خب همیشه از کوچیکیش میدونی که مثلا شوق موسیقی داری، هی میخوای آهنگ بخونی از این چیزا، ولی خب اینجا که اومدم بیشتر شد. اینجا که اومدم بیشتر شد، رفتم کلاس پیانو، رفتم کلاس موسیقی. چه کلاس پیانویی؟ من با کلاسیک شروع کردم، ولی خب هر وقت موسیقی ایرانی مثلا یه غیری میومد از کلاسیک رفتیم به غیری. پس کاملا زمینه موسیقی رو داری و آهنگسازی هم میکردی؟ آهنگسازی رو میکردم همیشه، ولی خب یه ذره بیشتر الان جدی ترش گرفتم. تو خب خواستم که از بلک کست برامون بگم. نه چیز، چون جاره خب ما با بلک کست رو شناختیم. باز شب شد، باز شب شد، دلتنگ شد، دار نیومد یک شب از فکرش به چشما خواب نیومد، ماه رفت آفتاب زد، صبح شد، سبرم سر اومد، زد بار منو کاشت و زیر قولش زد و نیومد. آره. ولی خب بلک هست از گروه های تاریخی ایران هستش که بسیاری رو تونست معرفی کنه و تو هم جز اون کسان بودی. کجا چه اتفاق افتاد که اینجوری اومدی به صحنه بلک هست؟ اولا بگم اینجا که واقعا یه افتخار بود و یکی از فکر میکنم بهترین و مهمترین تجربه های من بود توی مسیر موسیقی. ولی من 11 سالم بود که از ایران اومدیم. برای کسی که نمیدونه من شیرازی هستم، به همین دلیل خیلی زود خستم میشه و میخوام برم خونه. یا خیلی خوب مونده واقعا، دم بگم خیلی ما ساعت اینجا این قربونت اولی مهر گرفت تا این حد. آره خدا اینقدر موندی مهر زیاد شد اینجا. من اولین بار که با شهبال عزیز آشنا شدم 15 سالم بود. الان بخش چند سالته؟ من الان 31 سالم. 31 سال گذشت. من 15 سالم بود، بعد هی میخواستم برم تو گروه بلک هات. بعد شهبال میگه بابا تو خیلی بچه‌ای آخه، کسی الان تو رو جدی نمیگیره، تو به گروه بلک هات مگه شوخیه؟ بعد موقعی که وقتی که کامیار عزیز از بلک هات داشت میرفت بیرون، شهبال زنگ زد که گفت من میخوام بلک هات رو برگردونم به زمان مثل کامران و هومن، بکنمش همون دو صدایی که بود. آره. زنگ زدم به سمی، گفتم سمی بیگی. آره گفتم سامی اینجوریه. یه روز سامی گیتارشو برداشت و منم رفتم اونجا خونه شهبال، من نشستم پای پیانو، سامی هم گیتار رو زد و همونجا بلک هات. آره دوره به وجود اومد. چند سال شده؟ البته مثلا 10 13 سال پیش. محل تنهات بذارم تو قصد یه جون منی، من فقط تو رو دارم. آره منم دوست دارم، محل تنهات بذارم تو قصد یه جون منی، منم فقط تو رو دارم، منم فقط تو رو. فکر میکنم یکی از اولین برنامه‌ای که رفتیم اونجا تو این کلاب بود که بعد 21 سال به بالا بودی، منو راه نمیدادن. تو گفتم بابا امشب کنسرت ماست، گفت نمیشه تو بیاد. جدی؟ آره. من دور از در پشت سکیوریتی منو برد تو، یه سیویلم کشیدم. آره نه منو بردن تو، از اول برنامه تا آخر برنامه جی وایس بود بالای سر من که مثلا بعد که کارم تمام شد دست منو بگیره منو بندازه بیرون. ولی اینجا خیلی خوش اومدی و سالها از اون موقع گذشته. نمیخوام بپرسم چون بعد میرفتم میخوندم. تو چند تا آلبوم دادی بیرون از اون موقع تا الان؟ من از اون موقع تا حالا یه دونه آلبوم بیشتر ندادم، ولی خب اسم آلبوم چیه؟ تک آهنگ. اسم آلبوم هست همه میدونن. تنها کسی نمیدونه اسمم بود. آخه دیشب میگفتیم بعضیا میدونن. من خوندم یادم رفت بود اسمش. آلبوم بعدی رو میگیم بهزاد خواهد دونست. بهزاد باید برقصه. بهزاد باید برقصه. عربی هم برقصه. از بی بی سی نترسه. آره ادی دوست دارم یه آهنگ دیگه با هم بشنم، آهنگ احساسی اون درونت، درون دیگه رو اینجا تا این آهنگ ببینی. خواهش میکنم ادی عطار. قلبم خاموشه، هیچی
از دنیا نمیخوام، هر جا تو باشی میام تا این دل تنگم آروم شه. توی قلبم کس دیگه نیست، میدونم کس دیگه نیست، شاید من باور کردم. توی قلبم کس دیگه نیست، میدونم کس دیگه نیست، شاید من باور کردم. خدا که آرومه آرومم، من عاشق اومدم که با تو بمونم، به هوای تو همه ثانیام آسونم آرومم. هر جا باشی دل من با تو آرومه، این قلب واسه تو میکوبه، هر جا باشی دل من با تو آرومه، این قلب من واسه تو میکوبه. توی قلبم کس دیگه نیست، میدونم کس دیگه نیست، شاید من باور میخوام از مروارید عزیز، البته باید بگم خانومم، درخواست کنم که بیاد اینجا که آهنگ آرامش رو با هم بخونیم، اگر البته ایشون به من افتخار بده کلاس نذاره. منم با آقام بچی من آهنگ آرامش رو به مروارید که دادم، اصلا مروارید دادم آرومی نیست، این آهنگ هیچ ربطی به مروارید نداره، این آهنگ ربط خودم داره. خیلی تو خواب ببینی چرا میخندی؟ واقعا واقعا اصلا ایشون خودخواه نیستن، اصلا 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 اصلا. 6 ماه بعد از ازدواج تازه فهمیدی من خودخواهم. حالا دیگه بعد از عروسی همه 8 سال مروارید خودخواهی منو ندید، تو این 6 ماه یه دفعه من خودخواه شدم. خودخواهی دیو زد بالا. میبینی بهزاد چه خبره اینجا؟ عجبا. بچه بریم بریم. ثابت کرد با همه فرق داره، ثابت کرد مال منه، دنیامو زیر و رو کرد چشماش، درمونه حال منه. دل و پس میشه برو تو بشمارم، کنارش آرامش دارم، آرامت بی اندازه دوستش دارم، خوبی عاشق تو بشمارم، کنارش آرامش دارم، میخوامت. Thank you.
شتابش مارم کنارش آرومش دارم بسیار عالی، خیلی متشکر، خیلی ممنون. حیف که من دعوت نکردم عروسیتون. پیداتون نکردید؟ نه، اتفاقا شانس داشتم کادو حسابی می آوردم. بله، کادو. پس خوب شد که دعوتتون نکردید. یعنی نمیخواستی کادو بیاری. ولی خب این جالبه که دو تا خواننده با هم باشن، با هم آشنا بشن. البته مروارید قبل از ازدواج خواننده نبود، آنچنان من خوانندش کردم. آره راست میگه. من امشب چیزه، فکر کنم مروارید منو میکش. یادت نره امشب خونه میخوای بری. عروسی تو خود لس آنجلس بود؟ عروسی توی لس آنجلس بود. جای شما هم خیلی خالی بود. برمه. خیلی خوش گذشت. شایعه بود فکر کردم. خب دیگه الان دیگه جلوی مردم. دیگه واقعه شد. ویدیوهای عروسی ما هم که دیده بودن هنوز میگفتن این فیلمه یا واقعیه؟ به خدا واقعی بود. آره فیلم عروسی من با اینجا اینو یه ذره چیز کنم مشخص کنم واسه مردم. اون فیلم عروسی اصلاً فیلم نبود. اون تمام اتفاقایی بود که واقعا اون شب توی عروسی افتاد. بعد ما تازه تصمیم گرفتیم اینو بکنیم موزیک ویدیو. قلبم با آرومم وقتی که راه میری با هم دیگه تو بارون دل واپس میشه برام هوامو دونه با چشاش کیه انقدر خوبه که بخوام اونو دوست داشته باشم به می اومدین یه کادام بهتون میدادین جدی میگی آها از اون چیزا مخچای نقل و اینا رو میگی نه اصلا نقچه از اون سکه بهار آزادی رو میگی درمون بسوزه یعنی اینقدر ازش خوبه نه بابا مامان بابا مروارید خیلی خوبه خب به نفع تو شد پس هدفش مشخص شد از این ازدواج ولی جالبه که یک زوج هنری به وجود بیاد این آهنگم به وجود اومد آهنگ این آهنگم به وجود اومد بعد میخواستیم آهنگ رو وقتی وارد سالن شدیم با این آهنگ چاله چوت بسیار خاطر انگیز شد اگر بودی اونجا میدیدی آره میدیدی که نبود بعد شما قبل از اون هم دیگه میشناختیم به هر حال و بعد ما 8 سال میخوام بگم 9 سال یا 8 سال ما با هم بودیم بعد پیر شدیم از اولش دیگه به قول بچهای زدبازی پیر شدیم ولی بزرگ نه بزرگ نشدیم راست میگی و شما خب مروید شما خب میخونی ولی تک و توک آهنگای هست ولی در آینده این آشنایی هنری بیشتر کمک میکنه بیشتر کمک نمیکنه کمک حتما تو خونه قاعدتا خیلی میخونی تو خونه ادی خیلی بد اخلاقه ولی توی آره اینجا نگا من داد میزنه من یه سری گریه زاری میکنم بعد میرم این خوش انگیزه آهنگ آهنگای غمگین خوبه ببین آخه من میگم مروارید مثلا میای تو استودیو میخوایم ضبط کنیم این شعرا رو حفظ کن شعر رو حفظ کن میاد اونجا میشینه رو کاغذ مینویسه شعرا رو بنجیل میچسبونه به دیوار نه ولی ایشون میگن که من یه شغل دیگه هم دارم و وقت زیاد چه شغل شما؟ من پرستارم هستم جدی میگی؟ شما چه شغله؟ ایشون خانم پرستار بعد شبا خوانندگی میکنن شب روزا پرستاری میکنن روزا کسب علم و دانش بله سپاس مروارید جان صحنه رو بدین دست آقا شوهر هدی جان خیلی متشکرم اومدم باز ببینیم یه آهنگای جدید بیشتری داشته باشیم ببینیم شما رو مرسی آهنگ بعدی رو که میخونی آهنگ بزار بره که من اشتا میگم بزار برم بزار برم نه رو تو رو نه اصلا تو رو خدا برو ادی عطار بار دیگه حماسه میافره با آهنگ رقصی با بچه هایی که اینجا هستن ببینیم چی کار میکنین آهنگ بزار بره کی ساخته؟ بگو برامون این آهنگ رو خودم ساختم و یکی از دوستای خوبم به اسم سیاوش راد که توی تورانتو هستن و خلصه این آهنگ یه ذرش غربی تر از آهنگای قبلی من هست و یه تم غربی تر داره من خودم خیلی این آهنگو دوست دارم و امیدوارم که شما هم از این مدل آکوستیکش لذت ببرید ای
میگه اون بی من بهتره، بودنشم خطره. آره خوبم یه نفره، برای اونم بهتره، آره اینم میگذره. میگذره دست ما نیست بنگاری قانونه. از دردت گفتم باریدنی نبرا، لبخند زدی که بارون تموم شه. با من بودی تو ولی فکرت آنم، پیش کس دیگه بود اونم، درگیر یکی دیگه تو. یه آدم بدونه هیچ حسی که نمیخواد تنها، میگه اون بی من بهتره، بودنشم خطره. آره خوبم یه نفره، برای اونم بهتره، آره اینم میگذره. نزا هیچ دردیدی بمونه تو قلب من، با من بودی تو ولی فکرت آنم، پیش کس دیگه بود اونم، درگیر یکی دیگه تو. نم تو نم منم مثل تو، یه آدم بدونه هیچ حسی که نمیخواد تنها، میگه اون بی من بهتره، بودنشم خطره. آره خوبم یه نفره، برای اونم بهتره، آره اینم میگذره. خوب بودم بات اون قدیما، میزدم من لبخندهیم با اون روزا، گذشت الان جفتمون بدیم. ما میکنم سایت و نشونه، میزنم هی و هی به اون، پشیمونم از ساده بودم، چیزی هم نموده بینمون. Let's go. میگه اون بی من بهتره، بودنشم خطره. آره خوبم یه نفره، برای اونم بهتره، آره اینم میگذره. میگه اون بی من بهتره، بزنه 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 ب